رامبد جوان هستم در شبکه اصیل اینجا همدوانه است عیدتون حالتون چطوره؟ عالی. حال من؟ عالی. حال خاندانه تو کنه؟ عالی. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. متشکرم. چقدر شما قشنگین. چقدر شما آفرین از خود راضیه. آفرین. ادامه بدین. خیلی خوبه. خب واقعا عیدتون مبارک. عرض کنم عید شما مبارک. سپاس. بله. وقتی که دستامونو به گره های آهنی زری سبزت گره میزنیم، وقتی که اسمتو توی سینمون صدا میکنیم، وقتی که میایم در جوارت و چشمامون خیس میشه، دل طاقت نمیاره، از پشتمون زری با دستامونو سفت میگیری و ول نمی کنی تا آروم بشیم. امام رضا تولدتون رو به خود شما و به تمام کسایی که شما رو خیلی دوست دارن تبریک میگیم و شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که عاشق شما هن. به افتخارشون باشید. سرحالا ها بفرمی آقای شاه حسینی، آفرین به شما. سلام، عیدتون مبارک. عید شما مبارک. به به. خب شماراتون لطفا بیاریم بالا. در جریان این بازی هستین؟ بله. خوشتون میاد ازش؟ بله. جایزه چیز خوشایندیه دیگه همیشه. آه نهیدم، بیاریم بالای با. آها نینه، این همون شماره ها دست من هم هست. خب میتونین راحت باشین، ببرین پایین. شماره 94. سلام. حالتون چطوره؟ متشکرم. نامتون رو لطفاً بگید. سمانه نجفی. خانم نجفی؟ بله. خانم نجفی، عیدتون مبارک. عید شما مبارک. متشکرم. از 1 تا 14 لطفاً. 7. مودم ایرانسل از اینترنت استفاده میکنی؟ بله. معلومه کی نمیکنه. و این بفرمایید که از ایرانسل، اینترنت ایرانسل استفاده کردین؟ بله. راضی هستین؟ بله زیاد. بفرمایید، اینم یه مودم. مودم دارین تو خونه؟ یا بله پیش خود؟ از یه مودم هم دارین؟ بله دارین. شور و شور استفاده کنین. متشکرم. قربون شما، مخلصم. خانم نجفی، این دست به دست بدین به خانم نجفی، یه دون از وسط اینا بکشین بیرون بدین به من. آها 479. خب چطوری؟ خیلی ممنون. مخلصم. از 1 تا 14. 14. مبارکه. خوشحال شدی؟ آره جایزه چیز خوبیه.
بفرمایید، تقدیم به شما. دست شما درد. مخلصم. چی؟ آها بزن اصلا مد رفت. ورداش شما اون خودشونو معرفی نکردن. آها خودتون رو معرفی نکردین. من آذر خانخودی هستم. خانم خانخودی. خانم آذر خانخودی. بله. متشکرم خانم خانخودی. آقا خانم آقایون 168. سلام علیکم. بدری. اسمت رو بگو. محمد صادق توسلیان هستم. آقای توسلیان از 1 تا 14 بدون 7 و 14. به نیت امام رضا عدد 8. 8. خوبه؟ عالی. شکرم. شماره 37. مریم حری هستم. خانم حری؟ بله. خانم حری از 1 تا 14 بدون 7 14 و 8. به نیت 5 تن لبا 5. 5. من عاشق این جایزم. این خیلی باحاله. خیلی خوب. بیاین. راه بیافتیم بیاین بریم هدیه بدیم. بفرمایید دست خودتون. خب اول از اینجا از این جایگاه. مبارکه. مبارکه. مرسی مامان. مبارکه. مزه داد نه؟ آره چرا نه بفرمایید. خنده با میلی ها پرواز دستاشون مثل ستاره ها توی دل آسمون عشق پرنور ما میگه دوست دارم میگه با انرژی شما هر شب بیدارم من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم هستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی با همیم خیلی من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم هستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی با همیم لا 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 جنس خنده هاشون رنگ ابر و باده از جنس آسمون دست گرم خورشید میگه دوست دارم میگه با انرژی شما هر روز بیدارم من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم هستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم خیلی من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم هستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم خندوانه ای ها پرواز دستاشون مثل ستاره هاست توی دل آسمون عشق پرنور ما میگه دوست دارم میگه با انرژی شما هر شب بیدارم من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم بستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم خیلی من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم بستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم خندوانه ای ها جنس خنده هاشون رنگ ابر و باده از جنس آسمون دست گرم خورشید میگه دوست دارم میگه با انرژی شما هر روز بیدارم من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم بستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم خیلی من و تو با هم هستیم فکرمونو به هم بستیم تا آخرش با هم میگیم خیلی باحالیم
عیدتون مبارک. عید شما مبارک. شما خیلی خوشگلین. پس بریم بیاین. یک دو سه 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 چار دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. یه روز خوبه میاین بی بهونه، آروم آروم که خنده جانمونه، یه حرفایی داریم شنیدنیه، یه حسایی داریم نگفتنیه. دنیای ما مثل هندوونه است، یه تیکه هیچ کجاست تو خندوونه است. همه ی آدم ها هم دونه هاشن، میتونن با یه بشکن از جا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم. خندوانه افتخار اینو داره که در اوقات مختلف به مناسبت‌های مختلف و کاملاً مناسب هدایای ارزنده و گرانبهایی رو دریافت کرده. پرچم اول از حرم حضرت شاه چراغ دریافت شده، پرچم دوم از حرم حضرت معصومه دریافت شده و پرچم سوم از حرم امام رضا، که سلام خدا، بهترین سلامهای خدا بر این بزرگواران باد. و اینا خیلی برای ما لذت بخشه و خیلی عزیزه و ما خیلی کیف میکنیم که این پرچما به خندوانه هدیه داده شده. برای همین خندوانه سپاس عاشقانه خودش رو اعلام میکنه. سپاس! بله. پارسال توی خندوانه فصل دوم ما یک ویدیوی بسیار دوست داشتنی رو با بهروز بقایی عزیزم داشتیم که خیلی حال و هوای قشنگی داشت در حرم امام رضا، که خواهش میکنم با هم دیگه اونو ببینیم. دلمون میخواد که اونو یه بار دیگه با هم دیگه کیفشو ببریم. موافقین؟ موافقین؟ بله. پس بریم بیایم. یک دو سه بریم بیایم. عید شما مبارک. عید شما مبارک. سپاس. سپاس. خیلی قشنگین شما. خیلی. از خود راضی ها. خیلی. خب خیلی هم شما قشنگین، خدا حفظ کنه همه شما رو. خیلی هم ممنونم که اینجایین. و نوید داده بودیم که مسابقه بخونه ببر در فصل سوم و مسابقه بخونه ببر دو به زودی شروع میشه، که دیگه داره دقیقتر و جدیتر میشه. کلن 1255 نفر در طول این مسابقه قراره که جایزه بگیرن. خب 1255 نفر، که نفر اول در بخش فینال یا همون نهایی در اون بخش 110 میلیون تومان فقط اونجا جایزه میگیره و این خیلی چیز جذابیه. 10 عنوان کتاب هم انتخاب شده، به زودی خدمتون اعلام میکنیم و از همه جا میتونید تهیه بکنید کتاب ها رو، از همه جا با این دقت، یعنی اینکه اولا نسخه دیجیتال و پی دی افش رو میتونید تهیه کنیم و بخرین، به علاوه اینکه نسخه فیزیکی کتاب رو از تمام فروشگاه ها و فرهنگ سرها در تهران و ایستگاه های مترو در تهران. و مکانیزم همینجوری خواهد بود که وقتی خریداری میکنی کتابو براتون ارسال میشه با دقت فراوون نسبت به پارسال فصل قبل که خطاهایی رخ داد و پخش کننده متاسفانه خطاهایی کرد و نتونست از عهده تعهدش در بخشی از مناطق ایران در بیاد به خاطر استقبال بی‌نظیر و فوق‌العاده شما، این برای ما تجربه شد. مکانیزممون رو تغییر دادیم، دقت بیشتری قائل شدیم برای کار و حتما حتما بهتون خواهد رسید. فوق‌العاده است، خیلی جذابه. آفرین به ما. خب میخوام دعوت بکنم از کمدیانی که مدتی به خندوان ملحق شده در فصل سوم و خیلی هم با نمک و قشنگ و شیرین و خوشمزه است. اتفاق با مزهش اینه که به قمری تولدش با امام رضا علیه السلام یکیه و در این حال اصلا برای همین هم اسمش گذاشتن رضا، به علاوه که سالگرد ازدواجش هم به شمسی الان یکیه، همش با همدیگه جمع شده یه جا. دعوت میکنم از رضا استانبول. موسیقی
عیدت مبارک اولا. عید شما مبارک. عیدت مبارک. تولدت مبارک. سالگرد ازدواجت مبارک. بالاخره یک سال شد. آره. یک سال شد. بله خدا صبرم بده. به نام خدا سلام. سلام. با انرژی تر سلام. سلام. شب عیده میخواییم بگیم و بخندیم. زن و شوهر رو باید به هم توجه داشته باشن توی زندگی، باید حواسشون به هم دیگه باشه. آقایون یکم به این ظاهرتون برسید، این زیرپوش آبی رو بیخیال شید. چیه این زیرپوش آبی که میپوشید؟ خب اصلا قشنگ نیست، حداقل با هم مجردی قرار بذارید مردونه برید خونه هم، مثلا خانمادون که زیرپوش آبی بپوشین کیف کنی، زیرپوش پارتی راه بندازید. آخه این لباسای خوشگله برای کجا نگه داشتی؟ نمیپوشید اینها رو، تنگ میشه. و آخه مثلا نگه میدارید که چی؟ مثلا ببرید با خودتون مثل فرعون تو مقبره با خودتون دفن کنید، بعد اینا رو نمیپوشید تنگ میشه، بعد از یه مدتی که میخواین بپوشین تنگه، میپوشید مثل گونی سیب زمینی میشید. بعد شما که مثل گونی سیب زمینی میشه، انتظار داری خانومت به ظاهر خودش برسه؟ از اونور خانوم یه روز جمعه که آقا خونه است، انتظار داره حالا یکم آراسته تر باشه، زیباتر باشه، زیبا هست زیباتر باشه، ولی میبینی خانم از صبح جمعه تا آخری شب جمعه مثل یه اسکاچ از لحاظ ظاهری، اینقدر به هم ریخته و داغ. نباید اینطوری باشه خانم ها، البته همشون اینطوری نیستند، خیلی از خانم ها توجه دارن. مثلا خانم همسرش از سر کار میاد با انرژی میره استقبالش، لباس آراسته پوشیده میره در رو باز میکنه میره با استقبالش، سلام شوهره، خانمه مثل بستنی وامیره و مرده میگه چی شده مامانت مرده؟ اولین گزینش اینه، میگه نه نه. چشات درد میکنه؟ نه. خب آقا دقت داشته باش به خانومت، ایشون برای تو این کارو کرده. بعضی دیگه از خانوما هستن واقعا به شوهرشون توجه دارن. مثلا چی؟ بارها اتفاق افتاده ما مرد رفتیم بالا نردبون، از نردبون افتادیم پایین، خانوممون به سرعت اومده گفته عزیزم چیزی شده رو گلدونا که نیافتادی، قربونت برم گلی عزیزم، برگات که اذیت نشد، اولش با ماه بعد میره سراغ همسرش. خانوم ها دوست دارن که به شوهرشون توجه داشته باشن، از اون طرف دوستان شوهر بهشون توجه داشته باشه. خانوم هست میگه شوهر من مدام میره مسافرت، منو نمیبره با خودش، حتی نمیکنه یه چوب کبریت برا من بخره بیاره، هر هفته میره مسافرت. آخه اینم شد شوهر. بعد از شوهر میپرسی آقا چرا اینجا این کارو میکنی؟ یا آقا من کجا مسافرت رفتم؟ من روزا میرم عوارضی تهران قم، اونجا رو آسفالت میکنم، اسم این شد مسافرت؟ خانم ها انتظار دارن بهشون توجه بشه، آقایون باهاشون همراهی کنن. مثلا خانم میره میگه که اگه امکانش هست یه امشب فوتبال نبین بشین با هم سریال ببینیم. حالا آقا میشینه با خانم سریال ببینه، میشینه بعد خب نمیفهمه سریال چه اتفاقی افتاده دیگه، بعد از دهنش در میره که خانم الان چی شده. بعد شما تصور کن قسمت 184 سریال کیمیاست و خانم میخواد 183 تا قسمت قبلی رو تعریف کنه، شروع میکنه تعریف کردن، دیگه 10 دقیقه از سریال میمونه. تو این 10 دقیقه هم خانم یه 5-6 دقیقه شو همه یه مردای تو سریالا تو سری مرده میزنه، از همه یه زنای سریالا هم بعد میگه که این دماغش چقدر زشته، نه مثل من قشنگی، این چشاش هم چپه، نه مثل چشام منی، چقدر من توش زشته، نه. کل سریال میگذره، بعد مثلا دیگه آخرای سریال قسمت آخری یه ماشین عروس داره رد میشه، میگه اه آقا حمید ماشین عروس گلاش مثل ماشین خودمونه، یادش بخیر چقدر ماشینمون قشنگ بود، دختر خاله من خیلی ماشین عروسمون رو دوست داشت، راستی خونشون عوض کردن و رفتن دوتا خیابون بالاتر، اونجا یه رستوران ها جوجه کبابای خیلی خوبی داره. گفتم جوجه یاد این جوجه کلاغه افتادن بالا، افتاده تو حیات، اینم افتاده قاطی گلا، گلاشم رنگی همین. سریال تموم شد، بیا یه بار اومدی با من سریال ببینی، نذاشتی سریالا ببینم دیگه. خانوما میخوان تعریف کنن اینجوریان، از همه چیز تو همه چیز ما مردا اینجوری تعریف میکنیم، نقطه آ نقطه بی، خانوما اینطوری هم. بعد ما هی گوش میدیم جوجه کلا، خب بعد دختر خالد جوجه کلا خورده رستوران چی شد؟ بعدم یه سوال میپرسن نمیتونیم جواب بدیم، میگه تو به حرف من گوش نمیدی. این هم از سریال. بعضی از خانوما توجه دائمی میخوان، یعنی اکثر خانوم ها توجه دائمی میخوان. ما مردا رو یه بار بهمون تو هفته توجه کنی برامون کافیه. خانوم ها معمولا میگن همیشه حواست به من
باشه. نصف شب شما خوابی، خانم میگه که آقا همین، آقا همین. بله خانم چی شده؟ دزد اومده؟ نه. مامانت مرده؟ نه. میگه اما منو دوست داری؟ بله. واقعا به خدا دوستت دارم. میشه بخوابم؟ بخواب عزیزم، بخواب. آقا همین، میگم شما منو دوست داری، میشه بهم ثابت کنی بری برام حلیم بادمجون بخری؟ خانم سه بعد نصف شب من حلیم بادمجون بخرم؟ پس دوستم نداری؟ نه به خدا دوست دارم. یک چیز دیگه این نمیشه جایگزین، بریم خونه مامانم و اینا. خانم قابلمه رو بده من برم حلیم بادمجون رو بخرم. من برم حلیم بادمجون رو بخرم. بعضی از توجه ها افراطیه، یعنی طرف هی همسرش رو متاسفانه چک میکنه، هی چک میکنه ببینه کجاست، عزیزم کجایی، دقیقاً کجایی. شما فکر کنید مثلا بعضی از جاها رو نمیشه اصلا گفت. گلاب بروتون رفتین یه جایی، تلفن زنگ میخوره خانومتونه، حالا نمیتونم جواب بدین ندین که گوشی رو برمیدارین. خانوم ببخشید من میتونم این 5 دقیقه دیگه با شما زنگ بزنم؟ نه من الان میخوام حرف بزنم. کجایی؟ خانم نمیتونم بگم. چرا نمیتونی بگی؟ خانم زشته. کی اونجاست؟ خانم کسی نیست، صدا صرف اومد. نه خانم چی کار میکنی؟ نمیتونم بگم. خانم چرا به من شکل؟ گوشی افتاد. بالای 90% از گوشی های مردا که میفته حین صحبت با خانوماشون. خانم به خدا با کسی بق گوشی قطع شد. حالا فکر کن خانم بعدم بخوای بری براش توضیح بدی که خانم من نه به خدا من جایی بدی نبودم، نمیتونستم، باورشون هم نمیشه. افتخار خودشون. من فضای جلسه رو معطر کنم با ذکر یه حدیث از امام رضا. بله لطفا. حضرت امام رضا من چرا لحنم شبیه تو شد؟ بله لطفا بفرمایید. حضرت امام رضا علیه السلام میگن کسی که به برادر مؤمنش لبخند هدیه بده اون رو شاد کنه خدا برش ثواب مینویسه، و کسی که خدا برش ثواب بنویسه رو عذاب نمی کنه. به به، درود بر شما. دم شما گرم. بازم مبارکه. سلامت باشید. چند جوره. مرسی. خدا حافظ. خدا حافظ. متشکرم. دمت گرم. سوال پیامکی رو میخوام خدمتتون بخونم. مطابق احادیث شیعه نتیجه زیارت امام رضا که بهترین سلام خدا بر او باد چیست؟ 1. بخشش گناهان. 2. ورود به بهشت. 3. بازدید حضرت از زائرش در 3 محل. 4. هر 3 مورد. خب پس یک بار دیگه خدمتون میخونم. مطابق احادیث شیعه نتیجه زیارت امام رضا که بهترین سلام خدا بر او باد چیست؟ 1. بخشش گناهان. 2. ورود به بهشت. 3. بازدید حضرت از زائرش در 3 محل. 4. هر 3 مورد. جواب مورد نظر رو عددش رو به 3888 ارسال بکنید و امشب استثناءن تعداد جایزه هامون دو برابر میشه، به 4 نفر هر کدوم 250,000 تومان هدیه، کارت هدیه تقدیم میشه که مبارکتون باشه. جواب درست رو به 3888 ارسال بکنید. مخلصیم. مهمانهای عزیزی الان اینجا نشستن که برای من و برای همه شما انقدر عزیزن و انقدر فراموش نشدنین که نیازی نیست من خیلی حرف بزنم یا خیلی بخوام مقدمه چینی بکنم، ولی
این بانوی بزرگ و این بانوی بسیار بسیار محترم و عزیز و بسیار بسیار مؤثر و بسیار بسیار همراه، کسیه که همیشه کاری کرده که ما بتونیم لذت‌های عمیق و لذت‌های بزرگ و لذت‌های فراموش نشدنی در زندگیمون ببریم روی پرده و در تلویزیون. و این بانو کسی نیست جز سرکار خانم گیتی رؤوفی و همسرش جمشید مشایخی. سلام. سلام. مخلصم. قربانش. عذر میخوام، من باید اتصال به گیته خانم شما رو معرفی میکردم. یعنی اول باید میگفتم سرکار خانم گیته رؤوفی همسر همسرش جمشید مشایخ. عرض کنم که مسئله که عنوان کردید به دلیل که بنده احترام ویژه‌ای برای خانم ها قائل هستم همیشه هم گفتم، وقتی سهراب و سپاه توران به ایران زمین حمله کرد، دختر مرزبان ایران گردآفرید لباس رزم پوشید و با سهراب جنگ تن به تن کرد. وقتی کلاه خود از سرش افتاد، سهراب دید یک دختره. اخ اخ اخ، اینه زن ایرانی. ولی کلا همه گردآفرید. ماشاءالله به زن ایرانی. حال احوال میخواییم بکنین، عید و تبریک بگیم. اول من شروع کنم دیگه. بفر. من از تمام حاضرین، از تمام دستندرکاران این برنامه و مردمی که دارن میبینن این برنامه رو، من تبریک بهشون میگم. امیدوارم آقای امام رضا علیه السلام تمام شفیع از طرف من میشن پیش خدا و همه مریضامونو شفا بدن. الهی آمین. من به همه تبریک میگم این عیدو. ما هم به شما تبریک میگم. و چقدر خوشحالم که تو این جمع با محبتم. البته تو خونم محبت میبینم ها، ولی این عده بیشترن. بابا. بله. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. تولد امام هشتم حضرت رضا علیه السلام رو خدمت هم میهنان عزیزم، همه چه مسلمان چه غیر مسلمان، تبریک و تهنیت عرض میکنم. من یه نکته رو بخوام عرض کنم خدمتون. یه زمانی آقای ایلوش، خدا رحمتش کنه، یکی از هنرمندانی بود که در سینما بازی میکرد در خرمشهر. من فیلمبرداری داشتم، ایشون رو دیدم. بعد رفتیم تو هتل، هوا گرم بود، ایشون دکمه پیراهنش رو باز کرد، زیر پیرن داشت، روی زیر پیرن یک از کنم که گردنبند مانندی از کنم که روی بدن ایشون بود، یک عرض کنم که طلا، مثلا حالا مثل عرض کنم که فکر کنین از سکه های طلا. آره. من دور بودم از ایشون، گفتن که ایلوش جان اون چیه؟ گفت بذار بیام جلوتر، روی این سکه
کنده شده زیبا یا علی، دست که ایشون مسلمان نبود، مسیحی بود. اون زمان خواهم بگم که اگر من تبریک میگم به هموطنان چه مسلمان چه غیر مسلمان، به این دلیل بود که اونام ائمه ما رو قبول دارن. دمتون گرم، خیلی خوشحالم که اینجایین. ما هم عید رو شما تبریک میگیم. خیلی لطف کردین، قدم سرچشمه ایران دوست. خیلی دوره ها. آره میبخشید. من اگه رفتم همدیگر رو دیدیم از در اومدین، تو نگفتین اینو گذاشتین جلوی دوربین بگین که مهم نیست. چرا؟ آدم انتقاد میکنه. خب من رئیس تلویزیون رو میبینم میگم اینجا هم جات به نسیم دادی. این که چیز پارکینگ ماشینه که ما که مردیم از را اومدیم. من ناشی رانندمون ناشی بوده. آها، پس خیلی هم تقصیر ما نبوده. این نواهایی که اومدن میبینی هر روز ما رو بگین هر روز میان. خب شما که برنامه ته این بینوها رو بگو هر روز میان. نه اینا هر روز نمیان. الان کیا دفعه چندومتون اومدین؟ همش اومدن. کیا دفعه اولشون اومدن؟ نگاه کنین اکثریت دفعه اولشونه. خب هر کی بیاد صدام میشه. معذرت میخوام چی کار کنم؟ نمیتونم ورش دارم ببرمش وسط شهر که. دیگه اینجوری جای میگیرم. در این جای تلویزیون رو بگیر. اینقدر برنامه قشنگه. بهترین جای تلویزیون بدین به ما. اینقدر برنامه‌مون قشنگه. بله. چشم. بله انتقاد من میکنم. خب بفرمایید که چه خبر؟ جمشید خان چطوره حالش؟ جمشید فقط مریض میشه. من از آخرت میبینم. دور جون. من میمیرم برای این. من اینکه انقدر انسونه، انقدر به من محبت کرده که من اصلا وقتی مریض میشه میشه که من مریض شدم. ازش سوال کنین پریروز که اومد اونطور از سید ناراحتی ایجاد کرد تا صبح 10 دفعه برانشتان میگاش کرد. خودش هم چشوش رو باید دید منو که من دارم میگاش میکنم ببینم نفس درست میکشه، نفسش مرتبه. بابا قربونت برم، هر چیزی یه حوصله میخواد. چی؟ آخه عشقم به جوونی، بچه دار شدن به جوونی، خرید کردن ازدواج به جوونی. ما خیلی خودمون نگر داشتیم که تو این سن بازم میگیم فلا. قربون صدقه هم میریم؟ من که خیلی. چجوری؟ میگم لو قربون اون ریختت برم. دیگه چی؟ بعد میگم مردشون ریختت برم اینقدر بدتر کیبی. اینه میگم نظر نخوره. من میدونم خوشگله. آره؟ ولی اینه میگم نظر نخوره. خوب بکنی به جونت. آره مراقبت باید بکنی. و هر جا میره تا دعاشون اندازه نمیذارم از خونه بره بیرون. به جان بچه ها، من خیلی نزد بچه هم بیشتر دوست دارم. باریکلا. به والله و بالله بلکه این بوده این بچه ها رو به من داده. آره دیگه، اصلا این عشقه بوده که اون بچه ها سمرشن دیگه. قربون هر سشون برم انشالله. شما چه جوری قربون صدقه میدین؟ عرض کنم که من بلد نیستم. نه جمشید مشرقی بلد نباشه قربون صدقه بدین؟ نه بلد نمیکنه. کنه نشون میده محبتش رو. خب چه جوری؟ نمیدین؟ کلامی نیستین؟ میام سرشو میبوسم. ولی جیگر منه. خدا حفظتون کنی. در عرض این مدت اسم نگیری یا اسم سن و اینا نگیری؟ نه. یک در دونه در طول این مدت زندگی زناشویی یک دونه دروغ به من نگفته. باریکلا. به امیرالمومنین، به صاحب این روز قسم میخورم. باریکلا. یک دونه دروغ نگفتم. منم نگفتم. آفرین.
غذا چی دوست داره؟ غذا اینه چی؟ ده؟ یعنی چی؟ ببین ماهی درست میکنم نمیخوره، گوشت ابدا نمیخوره، مرغ؟ مرغ ابدا. سبزیجات؟ سبزیجات نه اصلا هیچی. سوپ؟ نه. آش؟ یعنی چی؟ یه جور آش هست که این آش از ما میپزه خب؟ که شلغم و نمیرم اینا میریزه کوفته قلقلی، اونو یه ذره دوست داریم بخوره. دیگه مثلا آشوازمون میپرسه که آقا من امشب چی درست کنم، میگه دمپختک باقالی. کدوم آدم میره دیدی که مثل نخ کوک باشه و اون وقت دمپختک باقالی بخواه؟ خب همین جوری خورده که نخ کوک مونده دیگه. خب نه چی شد؟ جراحی کرد. آخه جراحی کرد. آره میدونم. نارتی روده پیدا کرد و دیگه از قضا افتاد. میگم الهی چاقی من، سلامت من، منم خیلی مریضم با ولی در مقابل این صفره، مال تو باشه عزیز دل من که عشق منی، ولی نمیخونه، خدا نمیخونه بابا. اصلا که اتفاقی سال 1349 بود، با دوست از دوستان تو خیابون سعدی داشتیم میرفتیم بریم اداره هنرهای دراماتیک، چند نفر از روبرو میامدن، یکشون برگشت گفت به به هنرپیشه‌های گاو. گفت آقا ما هنوز گوساله ایم، هنوز گاو نشدیم. ولی که بچه ها گفت میتونست بگه که اینا بازیگرهای فیلم گاوره. گفتم ببین عزیزم شیطنت کرده. گفتم وقتی وارد این عرصه شدی خیلی چیزا میگم باش سره، نقش منفی بازی میکنی، فکر میکنم تو زندگیت هم تو یه آدم بدی هستی، دست که اینجور نیست. من مثلا آقای ولی شیراندامی خدا حفظش کنه همیشه نقش منفی بهشون دادن، باور کنه گیتی میدونه، مثل بچه های 4-5 ساله هست، اینقدر پاکه، اینقدر شریفه، اینقدر دوست داشتنیه. ولی خب اون روز خیلی بر ما جالب بود، گفت هنرپیشه های گاو. شما بفرم چی میگین به هم دیگه یواشکی؟ ابراز این نه 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 سر من کلا نذارین، داشتین یه چیزی یواشکی میگفتین. بگین چی میگفتین؟ میگه ابراز عشق نکنیم. چرا نکنم؟ نه دارن چیز دیگه میگه رو بگم بطلی کر شدی به طور کلی اینم از دستا. جنجی خان گیتی خانم رو بخواهی خوشحال کنین چی کار میکنین براش؟ چی خیلی خوشحالش میکنه؟ گیتی رو؟ آره حالا هر وقت مثلا شنبه ها یک شنبه ها با دخترم اون صحبت میکنه، اون ایران نیست، و وقتی میبینه که اون و نبه ها سلامتن خیلی خوشحال میشه. آره. و ابراز تفقد میکنن علاز دومنی چیگاه میکنن؟ اظهار تفقد به نسبت به من میکنن که اون سالمه. آها. خیلی خوشحال میشن اینا که من اینو به دنیا آوردم. منتظرم شما چه جوری خوشحالشون میکنیم؟ هیچی. لمش چیه؟ قلقش چیه؟ یکی قلقی داری فقط من میدونم و بس. خب اینقدر این قلقو من قشنگ انجام میدم که حتی حساب نداره، فکر میکنم همه خانوما قلقای جوهراشون رو میدونم. آره مثلا من میخوام برم خونه یه همه بستگانم کلایی بمیرم مردن یه کسی جی کجا؟ مثلا یه جا میخوام بریم. آره ایشون مخالفه من موافقم. آها چجوری بازیشون میکنی؟ آها اول هزار ایراد به اون کسی میگیرم که موافق منه. آره. من دوستش دارم. آره که قرار برین خونش. آها.
جمشید بعد یه مدتی میگه دیگه بابا اینجوری هم نیست که تو انقدر بد ویران میگی راجبه ای. گفتم چرا بابا؟ نمیدونی، تو نمیدونی، وارد نیستی از این چیزا. ولی من میدونم این نمیدونیش غناکسته جمشید جون گیتی. اصلا ویل کن نریم، بریم همون جایی که تو گفتی. گفتش که یه خوده طول دادیم. گفت نه اصلا همون جایی میریم که من بهش بفهمونم چرا تو رو اذیت کردی. میریم همون جایی که تو دلت نه. آفری. و اما رامبد عزیزم جان دل، اولین مادرم، اولا میدونی که ما فامیلی؟ ای نه نمیدونم. آره مادر من مشرقی اصل بود. آها. آره اون وقت عمل کرده بود. این آقا با برادرش اومدن عیادت، منم ندیده بود، کار میکردم، معلم بودم شهرستونا. اومد تا من دید شوکه شد، اصلا دیگه تکون نخورد از اونجا. یک دل نه صد دل عاشق شد. همین ایشون و کلش از شدت عشق خورد به اون بالا. خورد به اون بالا. خب موقعی که رفت میخواییم قربت بر من مخلص شما موقع مادر بزرگم به من گفتن دخترم از حق نگذاریم، به این موهای سفید من توجه کن، این عاشق تو شده. گفتم خیلی بیخود کردی. والله و بالله. گفتم این چرا؟ گفتم این 23 سالشه، من بچه بازی نمیخوام بکنم. گفتن پس شما اگه چند سالتون بودی همچی حرف زدین؟ شما بفرمی ایشون؟ 22. ایشون 20 سالش. 20 سال. خب گفتم بچه بازی چه بودم؟ شوهر من خیلی بزرگتر باشه، 7 سال لاغل اختلاف سن داشته باشین که قدر منه بدونه. گفتن خواهید دید. گفتیم باشه ما خانم جون. گذشت. دیدم فردا صبح و عصر رفت مامانش رو سه تا خواهرش رو آورد. عیادت بهانه بود، میخواست منه ببینه. نفهمیدم میگه. خب من نه اون موقع زیاد دوستش نداشتم. بچه بود، خیلی بچه بود، 23 سال چیچی برای یه پسر. بعد دیگه نخ کوک هم بود. ها نخ کوک. وای چی بگم، ولی خوشگل بود. ولی خوشگل بود. چشمای میشی محفظ سب کن بذار بگه چشمایی میشی؟ چشمایی میشی؟ خب موهای خیلی خوش رنگ تابدار. بح بح این مدلی بود. خیلی یه موج قشنگی داشت تو مایه های من. خب خیلی قشنگ، واقعا قشنگ بود. ولی من به اون اصلا توجه نداشتم، به سنش که انقدر کم بود توجه. آخه باید ببینیم من چی بودم. شما بگین. اولین هدیه‌ای که من به ایشون دادم. آها. میرفتیم با برادر ایشون که دادم. سب کن تو صحبت نکن. چرا بذار بگی؟ ای بابا بذار بگی. من قشنگ تر میگم. خیلی خوب. نه هدیه بذار هدیه رو بگی بعد شما بگی. نه این نوناره. جان من. خب حالا نوناره که نوناره بذار بگی. جمشید خیلی لوزه. باشه خیلی خوب. بی نهایت. لوزه همه ماست. همه تون نوناری. جمشید لوس ماست، بذار لوس کنه خودش واسمون. من میگم من کامل تری میگم. خیلی خوب بگو باشه. من نیست خودم با نمکم. خب این نگاه میکنم میبینم خیلی لوسه دیگه. خب میگم خدا چیکار کنم یه ذره نمک پیدا بکنه، این خیلی نونوره، این چیکارش کنم. اما گاهی اوقات رام بود نمیدونی چقدر با نمک میشه. راست میگی؟ با سا روزها من میخندم. نه بابا چیکار میکنه یهو؟ من نمیدونم چیکار میکنه. میزنه بیرون یهو دیگه.
نمکش میزنه بیرون. از من یاد گرفته دیگه. آها. آقا اولین هدیه که داشتی میدادی اینو بگی. بذار این هدیه رو بگه بقیه شما بگی. من قشنگ میگم. این کیه؟ خیلی خوب. جمشید خان همچون ساکت نشست. هندونه بهتون بدم جمشید خان. من میخوام. نه برم. بیا کن. خب بگی. فرداش رفت باباشو آورد. این شد سه روز. آها دیگه داشت رسمیش میکرد. آره. روز چهارم عمش رو رفت آورد. حاجی شما هم هی فک فامیل جمع میکردین. بخواست خواستگاری کن برگه من زنش نمیشدم. حاجی تیکه تیکه آها آیه جواب آه. نمیگرفته. آره. خب یه روز گرشان برای شما هم بذارم. یه روز گرشان اومد برادرم گفتش که گیتی جمشی یه فیلم جدید آوردن میان بریم؟ میگفت این که خدا مخبر من باشه. گفت گیتی تو میایی؟ گفتم بله منم میخواستم پلیم باشم. آها شما هم دیگه یواش یواش. آره آره از چشاش فهمیدم علاقه من شده. آره دیگه داشتین کوتاه میومدین. یواش یواش. آره رفتی داشت میومد یه دونه دستش بسته بود اسمش کتاب. من فهمیدم کتابه. آوردو با هم دیگه با گرشا برادرم رفتیم سینما. رفتیم سینما فیلم خیلی قشنگم بود. برگشتیم تموم شد اومدیم رفتیم نهار خوردیم. اون رفت خونه خودشون من و گرشام رفتیم خونه. گرشام من گفت گیتی حالا تو رو خدا این کتاب رو بکن ببینه من چیزه این بستر رو بکن ببینم چی کادوه. گفتم تو خیال کردی این بدریال برای من آورده؟ صبر کن الان وا میکنم. وا کردم دیدم کتاب اوتلوه. اوتلو شکسپیر نوشته. آره. گفتم وا گرشا پدر من این در میگرده من از فردا میگم نیاد. نه مثلا زنی نمیشم ولم کن. خب سرنوشت دزدمونا گرفتار شدم من خفه کنه. گفت من تو کاری میخوای بکنی؟ گفتم من کاری نمی کنم این اخلاقش گنده میزنه خفه میکنه من چیکار کنم؟ من که زورم به این نمیرسه که. این اولین کادویی بود که این شازدفر به ما داد. باریکلله. حالا من خسته شدم دیگه مردم خسته شدن از صدای من. حالا تو صحبت کن. یه تئاتر می بردیم شهرستان دعوت داشتیم. کی مثلا؟ سال 1341. آو بله از طرف اداره هنرهای دراماتیک باید می رفتیم برنامه اجرا می کردیم. تو راه ماشین خراب شد چون ارتش ما رو دعوت کرد. دو تا سرهنگ بودن مهماندار بود. به هر تردید دو سه ساعت طول کشید تا ماشین رو درست کردن. ما رفتیم به اون شهر که شما عرض نمی کنم. گفتن اگه بریم باشگاه افسران الان غذاش سرد شده بریم تو شهر بگردیم یه رستوران گیر بریم بریم. جلو هر رستوران که نگه می داشتن سوال می کردن می گفت غذا ما تموم شده. رسیدیم به یه رستورانی که یک کاغذ چسبونده بود پشت شیشه نوشته بود غذا همه وقت موجود است. ما رفتیم و خودمون شروع کردیم این میزای کوچیک رو بغل هم گذاشتن. این دو تا سرهنگ هم به ما خیلی اطلاع میذاشتن. صاحب اونجا فکر کرد اینا درباری هن. این ما ها دو سرهنگ اینا آره، اطلاع آره. میذاری اینا یه مرد چاقی بود اینا اومد گفت چه نداری؟ سرهنگ گفت غذا. گفت نداریم که. گفت شما اونجا پشت شیشه نوشتی که غذا همه وقت موجود است. ساعت چه نشون داد گفت حالا همه وقته. آتیش پرست دیگه. آتیش پرست. آره بریم بیایم بشماریم یک دو رو به اونجا میگیم بریم بیایم اینجوری بریم بیایم شما بشماریم لطفا بگیم یک دو سه یک دو سه بریم بیایم. وقت ما
خانم ها و آقایان، سرکار خانم گیتی رعوفی و جمشید مشایخی، خیلی ممنونم که اینجاییم، خیلی ممنونم که اینجاییم. سپاس اینه. از پسرها بگیم چطورن؟ خوبن. چیکار میکنن؟ نادر چطوره؟ نادر که به کار موسیقیش که دخترم که نیست. آره؟ پسرم هم میده این مؤسس هست. نادر چقدر موفقه؟ شما چقدر کمکش کردیم؟ انقدر بزرگ موفق باشه؟ خیلی، ما همه کمکار کردیم تا به اینجا رسیده. وقتی میخواست بره سراغ موسیقی شما نظرتون چی بود؟ من مخالف بودم. ای بله. چرا؟ عرض کنم که یه روزی خواهر کوچکم اومد گفت جمشید نادر خیلی علاقه داره به موسیقی. وقتی 4 سالش بود مثلا آهنگای بیتوون و اون صفحه‌های بزرگ بود میشست گوش میکرد و حفظ کرده بود. اصلا گفت خیلی علاقه داره به موسیقی اینا، تو موافقت کن که بره هنرستان عالی موسیقی. گفتم بگو بیا تو اتاقم تنهایی باش صحبت کن. بهش گفتم به موسیقی واقعا علاقه داری؟ گفت بله. گفتم اون موسیقی که اگر بری دنبال موسیقی که یه جایی بشینی سازی بزنی خالتوری رو بدش میگی. گفتم اهل همچی چیزی نیستم مگر که دنبال موسیقی مثل بزرگانه. بله مثل بزرگان موسیقی. و اونم رفت برای همون که شاگرد بود. بعدم رفت بیان و دوره دید اونجا. ولی اینی که میگی کمکی که ما اینجا کاری نیستیم که بهشون کمک کنیم، فقط درس. اگه چیزی بلده باید بفهمن بچه ها. حالا من بیام مثلا تعریف کنم از این که چی؟ آخه پدری مثل جمشید مشایخی بالا سر آدم باشه قطعا انقدر تأثیرات بزرگ میذاره. خیلی خیلی ممنونم، خیلی خیلی سپاسگزارم. ایشالله سالیان سال همینجوری کنار هم دیگه سالم و خوش اخلاق و خوش روحیه باشین که از همه مهمتر خوش روحیه بودنه. آره واقعا. آره بکنه جم. ولی برام بود، من دلم میخواست که به دختر خانوما، آخه اینجا جای نصیحت نیستش. حالا بگیم ببینیم از زبون شما راجب مهریه من میخواستم صحبت کنم. شما مهریتون یه شاخه گله؟ گل میخک سفید. گل میخک سفید. شما درم راحت بوده. خیلی چه ساده گرفتین ماجرا رو. آفرین آفرین. برای اینکه من کاراکترش مهم بود برام. آره من میدونم این در دامنه چه پدر مادری بزرگ شده. ماشاءالله خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون کنه. من عاشق اون دوتا بودم به قرآن. نمیدونی این کاراکتر و چی بود و چی هست. مهر من فروشی هم گفتم نه، من خواستم خواهش کنم از دختر خانوما قربونتون برم با مهریه شوهرتون آزار ندین. مهریه یه چیزی روه ولی زندگی عمیقه و تفاهم ما رو به اینجا رسونده. و چقدر خوشحال میشم زن شوهر با هم خوشبخته. آرزو میکنم همه همینطور باشن. ایبا میبینید دختر ازدواج کرد 3 ماه بعد طلاق میگیره. خب آخه بابا جون مگه داد و ستده؟ مهدی زندگی رو خراب میکنه. چجوری میشه خوشبخت بود؟ همین دیگه. چجوری؟ حالا غیر مهریه با تفاهم. مهریه با تفاهم دیگه. ببین بعد حافظ میفرماید عاشق شو ار روزی کار جهان سر آید. عاشق من شدی ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. عشقو چجوری میشه نگهداشت؟ تفاهم با نگهش داری. با دل پاک. با دل پاک. با دل پاک. رامبو جون. بله. چرا؟ چی میگی تو؟ ایشون گفتم، من حرفی نزدم. ما نمیدونیم اینجا چی میگذره که ما نمیفهمیم. اتفاقاتی داره میفته. ببینم شما هیچ وقت سر صحنه شون میرین وقتی کار میکنن؟
نه نمیذاره. چرا؟ میگه که اگه تو بیای میگن بالش ها. خب ولی چی میگن؟ جمشید دروغگو نیست. نه میگه هر وقت تو بیای سر صحنه من فکر میکنم جمشیدم تو و تو واقعا گیجی. رولم نمیتونم درست آها کنم. نقششو نمیتونه اجرا کنه. چه حرف قشنگی. به مرگ تو. چه حرف قشنگی. صد بار زندگی واقعی میاد دوباره رو. بله. میگه تو وقتی میای من فکر میکنم ها تو گیجی من جمشید. راست میگه. پس من نمیتونم اون برم تو قالب اون شخصیت دیگر رو خلق بکنی. ولی رامو جون اگه بدونی من چقدر به این کمک کردم. تمرین هم میکنین تو خونه؟ براشون دیالوگاشون رو اینا تمرین میکنین؟ اه؟ بله همیشه دیالوگ شخصیت های دیگر رو رو به رو رو میخونه و من دیالوگا خونه. از دیالوگا چیزی یادتون مونده؟ از فیلم ها و کاره که کردم؟ هیچی؟ نازوش برم دنبال کار هنر. آها شما هم دوست داشتین بریم؟ خب تمام داشتن، تمام امتیازات داشتن. معلم بود قربون، ایشون معلم. ولی خب تدریس می‌کردم تو پرورش. ببین جعفر والی وقتی یه دفعه اومد دید من 24 کاراکتر چیز پرسوناژ صحبت می‌کردم که جمله‌ام یاد بگیره. جمله‌ام حفظ شه. آره، تمرین می‌کردین. آره. آره. جعفر وقتی اومد دید گفت ای وای جمشید گیتی اصلا یه هنرمنده. جون من بزن من یه پیس دو نفره بنویسم برای شما دوتا دوتایی بازی کنی که دیگه تو هم مشکلی نداشته باشی. این گفت نه غیرتی بوده دیگه. یادتونه یه بار تعریف کردین تو فصل یکی تشریف آورده بودیم بله. تو خندوانه یه بله. غیرتی شده بودیم بله. یه ماشین یه حرفی زده بود بله. رد بله. بود و اینا آخ 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 بله. آره رگ غیرتی زده من بیچاره کرد من بینبا من قربونی خواستهای آقا شدم دیگه بله. مرد اینقدر خوشگل و جگر و عزیز و دل و غیرتی همین میشه دیگه نونوری خوشگلای من، عزیزای دلم نمیایی، خونه ما نمیایی کجا؟ خونه ما چرا معلومه که میام؟ با کمال میل جفتتون با همدیگه باید لبخند بزنیم به تماشاچی توی خونه صبر کن آماده 10 ثانیه براشون بشماریم از 10 میایم پایین آماده 1 2 3 از اونجایی که جمشید خان محبت کردن در فصل قبل تشریف آوردن یه لوح رو ما تقدیمشون کردیم. این لوح رو تقدیم شما میکنیم چون یه دونه ایشون دارن یه دونه هم شما خواهید مخلصم این به پاس حضور شما توی خندوانه است این که قدم سر چشم من گذاشتیم و در این شب عید زیبا و درجه یک تشریف آوردید خیلی فضامون رو دلپذیرتر کردیم. قربونت برم. خیلی ممنونم ازتون. جمشید خان خیلی متشکرم. کیتی خانم مخلص شما. این تقدیم به شما خانم. نه من قربونت برم. جمشید خان و گیتی خانم. این هدیه حامی برنامه‌مونه که تقدیمتون میکنم. مرسی. مخلصم. مرسی. هر کدوم. الهی من قربونت برم. الهی من قربونت برم. این برای اینکه دستبالتون بازمتون نشه همینجا میذارم. جمشید خان و گیتی خانم شبی که کارتون خوابهای بهبودیافته به خندوانه اومدن خیلی اتفاق بزرگ و مهمیه. ماشاءالله به این خانومها و آقایون کارتون خواب بودن جمشید خان و الان خوبن الان دارن کار میکنن دارن زندگی میکنن برگشتن تو جامعهشون. آره واقعا ماشاءالله بهشون. الهیش اومدن اینجا و هدیه به ما دادن به اسم نهال مهر. کاکتوس رو هم انتخاب کردن که نشانه مقاومته.
قربانش بین بر. آره و اینو به ما هدیه دادن، ما هم داریم به شما هدیه. قربونت برم، یک دنیا هم میدم ازت. خیلی نگفتی چند آب بدیم؟ هفته دوبار. هفته دوبار. خیلی ممنونم از اینکه تشریف آوردید. قربونت برم. مخلص شما. مخلص شما. برقرار باشید. دمتون گرم. قربونت برم. پا نشی. ممنونیم. بریم بیان. یک دو سه. بریم بیان. عیدتون مبارک. عید شما مبارک. سپاس. این ور اون ور میشم که پشتی هم همه معلوم بشین. ایرانسل یک بسته ویژه آماده کرده که تقدیمتون میکنه. از 3 تا 5 مربع میتونین خریداریش بکنید. یک بسته خوشمزه اندازه قشنگ، یعنی اینجوریه که 2 گیگ اینترنت پرسرعت داره، 100 دقیقه مکالمه تلفنی داره و 200 پیامک میتونید باش بزنید. پس این بسته خوشمزه رو میتونید از 3 تا 5 مربع خریداری بکنید به مناسبت ولادت امام رضا علیه السلام از امشب تا جمعه. در طول 1 هفته میتونید خریداری کنید، کیفشو ببرین. آفرین ایرانسل. آفرین. اسنووا که به خندوان ملحق شده یک جمله درست رو ادا میکنه، میگه روی ما حساب کنید. به نظرتون یک نانوا، یک پزشک، یک راننده تاکسی، یک آتش نشان و و و و چجوری میشه روش حساب کرد؟ وقتی که این مشاغل و این خدمات و این عرصه بزرگ حرفه ها وقتی بگن روی ما حساب بکنی چه جوری میشه؟ به نظر ما یکی از مهمترین ارکان این که بشه روی کسی حساب کرد اینه که پاسخگو باشه. پاسخگو بودن خیلی خیلی نکته مهمیه. اسنووا پاسخگوه، هم نیاز جامعه رو بررسی میکنه و پاسخگوه نیاز جامعه است با تحقیقات و بررسی و رشد تکنولوژیکی که بررسی میکنه، هم محصولی که تولید میکنه با محصولی که تولید میکنه پاسخگوی جامعه است و هم با خدماتی که پس از اون ارائه میده و مجموعه اینا پاسخگو بودن یک مجموعه استاندارد و معتبر است. با هم دیگه میریم میان. 1 2 3
میبینم که دوست قشنگم اینجاست. میبینم که رامبو جوانم اینجاست. ماشاءالله. ماشاءالله. وای. او بودیمش. دست جناب سپوتیم. متوفه ی دماغیم. 150 جن رامبود عید اصلا حال خودمو نمیفهمم. اصلا منم اینجوریم. میشه بلند همه بگین عید شما مبارک با داد؟ یک دو سه عید شما مبارک. جانم که یه انرژی پاک بیدیم تو صحنه. ای جان رامبود جانم پر از انرژی هستم. منم همینطور. میدونی چرا؟ نه بهم بگو. آبادان بودم. خب اوفه ایران بود. یعنی رفتم یه سر به بچهای صنعت بزنم پکوندن تو لیگ. بله خبر دارم. منی که فوتبالیست نیستم فوتبالی نیستم هم در جریانم. قربونت برم ران بود. واقعا یه خسته نباشید باید بگیم به بچهای جنوب که ای تو خرماپزون تو این آتیشی که از هوا میباره ایطوری میدونن فوتبال بازی میکنن. واقعا آیا دمشون گرم؟ بله. اوفه پس میخوامتون ها. یلا آبادانی تو شهر خوبانی. به آبادانی تو شهر خوبانی. قربونه شهرت برم شهر دلیرانی. شهر دلیرانی سینما سعدی که با تو غمانه. سینما سعدی که با تو غمانه. قربونه با تو برم به آبادانه. تو به آبادانه صبح ساحله هوای بندره. سینما سعدی صبح ساحله. سینما سعدی هوای بندره. سینما سعدی صبح ساحله. سینما سعدی هوای بندره. سینما سعدی صبح ساحله. سینما سعدی ماشاءالله ماشاءالله. ازمون راضی بودی؟ دیوونه کننده بود کارتون. رام بود بازرون میدونی کجاست؟ بله نزدیکه شیراز. میشه یه بخشی از شادی برنامه تقدیم کنیم به کازرون؟ حتما. چند درصدشو مثلا میشه تقدیم کنیم؟ ببین ما چه اول برنامه تقدیم کردیم به تمام علاقمندان عاشقان امام رضا علیه السلام. فکر میکنم مثلا 15% بتونیم بدیم. کل کازرون هم همه علاقمندان و عاشقان امام رضا. پس شادی به کازرون هم تقدیم میکنیم. دادیم دیگه. آره ماشاءالله. محله بالو، محله دومنی، محله آنگرون، اینا محله های کازرونه. چون اینا همه اونجا رفیقای منن رام بود. وای پسر تو کجاها دیگه رفیق نداری؟ همه یه محله ها واقعا میگه موی رگی. آره واقعا میگه موی رگی آشنا داری. ماشاءالله تنگ تیکو. ماشاءالله. من با جان قربونت برام سلامت باشی. یه شعر کازرونی هم دادن. از نکوی توی نکورا بوده گره خواهش گره کن دو واقع اساسه نکوی. یه شعر کازرونی دادن کازرونی ها. خب از آقای پزشکیان گفتن اینه تقدیم میکنیم به رامبد جوان تبریزی. نه بابا بخونم برات. آره خیلی با لحجه خودشون دوست دارم بخونم برات. بلدی؟ آره بلدم. آره میگه تو دلم مونده که بی قصه یه روز شو بکنم. یا مثل خلق خدا شو کمشه خو بکنم. جیگرت مثل آهانن میدونم آم به خدا. ای قدر ناله بدم تا جیگرت او بکنم. نبچه تو وقتی ما مردم تو نگفتی ای کی بی. نه خودت گفتی بیمیرسیم تا مسی تو بکنم. ارسیکانه ای دو سه سال پیش ده ای حرفا نداره. چه قواکسش بزنم رو روکش نو بکنم. کازرون سر همه چیش دود و گزایل نداره. کاش که دانشکده تعطیل بشه تا رو بکنم. ماشاءالله کازرون. ماشاءالله. آفرین. چقدر قشنگ بودی. قشنگ بود شعره؟ ها؟ لحجه شون دیوونه کننده هست. اصلا فوق العاده. چه شعر قشنگی. تقدیم به رامبد جوان تبریز. خیلی ممنونم. الو جان قربونت برم سلامت باشی. آره سر برنامه هستم فدات میشه بعدن. موضوعش حساسه جان چی شده؟
خشاب خان قربونت برم این بخت چیه داری جونم بگو بگو دایی جان رام با دایی می خشاب خان خشاب خان دایی خشاب خان چی شده سمیر سمیر چی شده سمیر کی سمیر پسرش پس کی پسر خشاب خان پسر دایی معتاد شده سمیر خدا. سمیر معتاد باشه باشه قربونت خداحافظ خداحافظ چی شد نکن آروم باش آروم باش وای خدا وای 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 رامبان آمد شاه حسینی بودو 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 وای چرا رفتی چرا من بیقرارم مثل سودای آبوش دارم چرا رفتی چرا من بیقرارم بچه حالش بد شد رام بود برم و الان ببافمش اونجا کیو سمیر برم اونجا عزیز دلم آبروتو نمیره با این چیزا متاج نداشتیم نه نه ببین توجه بکن توجه بکن جان جان چند تا من نکته خدمت تعرض بکنم تقریم کن آروم باشید باشه باشه اگر کسی توی خانواده توی اطرافیان آدم باشه باشه. معتاد میشه این معنیش نیست که آدم باید آبروش بره یا بره ببافتش این یه مریضیه یعنی من خانواده شما خدای نکرده کسی مریض شه آبروتون میره نمیفهم یعنی این جرم نیست نه معلومه که نیست عزیزم جرم نیست این یه بیماریه لطفاً این تفکر قدیمی رو بذارین کنار باشه اعتیاد میشه کمک کرد باشه. بعدم باید خیلی باهاش مهربون باشین اتفاقا باشه. باشه. اصلا نباید ببافیش باشه نباید ببافیش نه 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 مهربون باشی باشه. خیلی مهربون خب خب پیشنهادم اینه که خوب. حتما ببردش آزمایش یعنی با یک علائم همینجوری لطفا قضاوت نکنین ازش خواهش بکنین باش برین آره آزمایش بدین اگر یقین پیدا کردین حتما از مشاور کمک بگیرین یک جای ایزوله قرارش بدین مواد نباشه دور برش مواد نباشه مواد هیچی نباشه چون ممکنه وسوسه شه یا مثلا روش تاثیر بذاره آره یه کاری نکنین که از این خیالا به سرش بزن بعد ورزش کنین ورزش کمک میکنه به شدت باش پس رام بود ببریمش آزمایشگاه بله باش مهربون باشی بله مواد هم هیچ گونه کنارش نباشه ورزش هم وسوسه نشه باشه ورزش هم بکنه سموم از بدنش رفع میشه انگیزه زندگیش میره بالا رام بود بله بله دماغمه میشه با آسینت پاک کنه بفرمایید اومده پایین ببخشید آخه بهتر میشه یه گوشش هنوز مونده میشه بفرمایید کامل پاک شد کامل پاک قربونت مستری اگه میشه برام وضعیت سمیر یه سر سامونی بدم بیام قربونه نه با دستمال خیلی بام حال نمیده اگه میشه با آسیب پاک کنم با آسیب پاک کنم بهتر شد قربونت برام رام بود فده با رام بود ما این سمیره که اوکی کردم اگه میشه بیا گوشو من با آسینت پاک کنم خوب جواب داد باشه من بیام بیام. من در خدمتم باشه باشه قربان آره 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 فعلا خانم آروم باشه خواهش باشه. میکنم نه نه خیال راحت باشه باشه آرامش مهربانی همه چیز سر فرصت بس شما برین بیاین تا ما هم برمون اینا هم زدی حسابی خخ برین بیاین 3 2 1 برین بیاین از محمد مهدی سیار میخوام براتون
دو تا شعر قشنگ بخونم، کیف کنی با هم دیگه. گهگاه تنفسی به اوقات بده، رنگی به همین آینه مات بده. من میدانم سرت شلوغ است، ولی گاهی به خودت وقت ملاقات بده. این راجع من گفته ها، من با خودم بعض وقت واقعا باید قرار ملاقات بذارم. بی تو منم و دقایقی پژمرده، نه زنده حساب میشوم نه مرده. تلخ است اوقات، تلخ و خالی مثل فردای قرارهای برهم خورده. به به، مهربونی، رفاقت، عشق، دوستی، کنار هم بودن چقدر قشنگه، خیلی قشنگه. مبینا حال چطوره؟ بچه مبینا رو تشویق کنیم. عزیزم والا مبینا مبینا هوای یارو یلا مبینا مبینا هوای یارم همو یاری که با دوستش میدارم ماشالله مبینا 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 مبینا. این شعر با عشق تقدیم به خوده. مبینا ازت تشکر کرد جناب خان. سلامت باشه رامبو جان. جانم، چقدر داشتن دوستهای با تجربه در زندگی به انسان کمک می‌کنه. واقعا همینطوره. ممنونم که این رفاقت رو در حق ما تمام کردی. منو میگی؟ و خانواده ای رو از نگرانی رهاندی. منو میگی؟ ممنونم رامبو و ممنونم از خدا که فضایی رو فراهم کرد که من و شما آشنا بشیم و دوستی رو در حق هم تمام کنیم. ممنون رامبو جان. به افتخار رامبو خواهش میکنم دست بزنید. خیلی ممنونم جناب خان. خیلی متشکرم. رامبو اصلا جان. فکر نمیکردم که تو اینقدر بخوای من تحویل بگیری. رامبو جان. جان دلم. تو یک معتاد رو نجات دادی. آها خدا رو شکر. تو یک بیمار رو دوباره به کانون گرم خانواده برگردوندی. وای خدا رو شکر. ممنونم از رامبو. ممنونم. سمیر الان نجات پیدا کرد. وای از خدا رو شکر. افتخار سمیر. نجات پیدا کرد رامبو. ممنون. ممنون. فقط یه ذره به نظرم خیلی سریع نجات داده کرد. نه زن چند دقیقه دو ساعت. نه کارهایی که شما گفتی خدا رو شکر طبق همون اسلوب و روش و متد انجام شد و خدا رو شکر خدا رو شکر سمیر الان سر و مر و گنده سالمه. خدا رو شکر. بله. بله چه خبر خوبی. چه خبر درجه یکی. طبق روش شما مو به مو رفتم زنگ زدم. بله. سمیر درو وا کرد. آها. نذاشتم سلام علیک کنه. خب دستش گرفتم زدم زیر چلم ایورش رو کولم بردمش آزمایشگاه. قشنگ. آره بله گفتن آزمایش ادراک واقعیت نباشه. ولی خب بله نخشه خب. نبود رو کولم هی میگه آمونه بذار زمین آمونه زمین مو ولی وقعی ننهادم. بله آره مفهمن. آره خب. تو آزمایشگاه اینو کوبیدمش زمین. یا خدا آره من. آره بالاخره نمونه برداری انجام شد. خب حالا این آزمایشگاهیه ببین این برگشت مقاومت نمی‌کرد. آره برگشت مقاومت نمی‌کرد. مقاومت یک کم کرد مقاومتشو در هم شکستم. آره آره یه کوچولو فقط گوشه چپش کبوده که اونم واقعا در مقابل چیزی که الان هست اشکال نداره. میفهمم در واقع چیزی که به دست آورده واقعا بله بله بله, خب؟ بله. آزمایشگاه برگشتی کاغذی جلوی مو گذاشته میگه منفی. گفتم برو آمو منفی چیه جواب میدی به ما؟ اینه دوباره باید تکرار کنیم. ما راضی نمیشم. سه تا آب معدنی خانواده کردم تو گلوی سمیر برای این که دوباره پر بشه چون نیاز بود. نیاز باشه آدم باید انجام بده. سمیر رو مجددن نمونه گیری کردیم. سه تا نوشابه خانواده فقط نمونه گرفتیم ازش. دوباره این آزمایشگاه برگشتی جلوی مو کاغذ میذاره میگه منفی. خب خدا رو شکر. چی خدا رو شکران بود؟ متاسفانه این منفی نگری های زیاد شده. بابا نه این ربط به اون نداره. اونا که موافقن خواهش میکنم تشویق کنن. جناب جان عزیز من این با اون فرق داره. این نگرش منفی با جواب منفی یک آزمایش فرق داره. حالا هرچی آقا ما یه تانکر به این آب دادیم ده. و هی نمونه برداری کردیم هی منفی 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 منفی.
آخرش اون نتیجه که تو دلمون بشینه در نیمد از این آزمایش بابا. سمیر زدم رو کول، بردمش تو زیر زمین آمو عسکرینا، در از پشت قفل کردم، چون میدونی که معتاد مجرم نیست، بیماره. دقیقا اینو مثل یک بیمار خیلی مهربون با یه تناب بسون به صندلی، به جای که از سقف آویزونش کنم آروم بسون به صندلی. آره 48 ساعت نذاشتم بخوابه، تا چشش میخواست بره رو هم سطل آب میپاشیدم تو چشاش، گفتم اعتراف کن، هرچی کشیدی اعتراف کن. آره هی میگفت آمومو نکشیدم، آمومو دیدم داره حرف میزنه دهنشو کاگل گرفتم. آره که قشنگ اون جوابی که ما میخوام بده. بعد از 48 ساعت چشمش آروم آروم شروع کرد به قرمز شدن، گفتم این قرمزی چشم همون علائم مواده بابا، مال بیخوابی بود. بر ما مسجل شد که متاسفانه اعتیاد تو وجود این پسر ریشه دوونده. گفتم خدایا رامبو چی به ما گفته بود، باید چی کار میکردیم؟ آره چی کار میکردیم؟ آره برگشتم رامبو جان، متاسفانه صنعت چوب کشور دیگه او قوام سابق نداره، قبول داری یا نداری؟ نمیدونم. یعنی MDF اون مقاومت تخت سلایی نداره، اینه قبول داری؟ چیکار کردی؟ چون ما دست و پای اینی که به تخت بستم این دوتا لغت که زد تخت از هم وارفت، یعنی اون محکمی تختای سابق نداشت. خب خدای بزرگ. آره ادامه بده. آره این هی لغت میزد تو تخت، میگو آمو ولکو پایش در رفت از این بعد او هر نمیدونم چی شد. ولی گفتم جناب خان مهربانی مهربانی آفره. و مهربانی خب مهربانی مهربان باش، ولی رام بود این اعتیاد متاسفانه میزنه ریه داغون میکنه. چرا نفس این بچه بالا نمی اومد؟ بابا پدرشو در آوردی خب معلومه. چرا چه پدری، ما داشتم مهربانی میکردم 19 ساعت رو سینه‌اش نشسته بودم، 3 دقیقه یه بار هی بوسش میکردم به عنوان مهربانی، از ساعت 16 کبود شده بود کامل، یعنی ریهش نمیدونم چی شده بود، ریهش نابود شده بود، نفسش بالا نمی اومد. تأثیرات مواده متاسفانه داره، مواد داغونش کرده بود. ولی رامبو جان بلی. انتقاد پذیر هستی؟ من؟ آره اشکال نداری انتقادی ازت بکنم؟ بفرمی؟ اشکال نداره نه؟ نه بفرمی. یه بخشی از متدت به نظر ما مشکل داشت. کجاست؟ اونجا که گفتی باید هر گونه موادی از این دور باشه که وسوسه نشه. خب خب این لاغر شد بچه بعد از یک ماه. چرا؟ اصلا لباساش کپک زده بود، چون ما هر گونه موادی از دسترس ای دور کردم. مثل چی؟ مثل مواد غذایی، مواد شوینده، یعنی کل لباساش کپک زده بود، یعنی 10-12 کیلو کامل لاغر شده بود. این بچه خونواده نداشته بیان نجاتش بدن؟ چرا ما در از پشت قفل کردم گفتم کسی بیا تو میبافمش. خب شما گفتی هر گونه موادی باید از این دور باشه، نگفتی؟ بابا منظورم مواد مخدر محرک بوده. مواد مخدر رو گفتی؟ هر گونه موادی. چی؟ مواد افیونی، مواد مخدر. افیونی نگفتی، ما هر گونه مواد یه دور کردم از این. خدا رو فکرم تو میفهمی جناب خان، مواد غذایی رو از این آدم نباید دور کرد. نه این حرفا رو نزن، ولی رام بود متد آخر درست بود. چی بود؟ ورزش معجزه میکنه. واقعا معجزه. آره. بگو چیکار کردی؟ دو مادر ورزش هاست رامبو جان، و بسیار کمک میکنه. چجوری دویی؟ از آبادان تا چابهار خوب اومد. آره تا چابهار دو سه بار ما بنزین تموم کردیم، ولی او خوب میدوی، او مشکلی نداشت. آره کجا چجوری میدوی؟ میدوی دیگه تو جاده. آره تو ماشین بودی؟ ما چوب دستم بود رو موتور دنبالش، این هم تو جاده میدوید، قشنگم میدوید، خوبم شد. آره این سموم بود که هی داشت خارج میشد ابدا. خب ولی چابهار تا زابل رو کم آورد، نمیفهم جناب خان خیلیه اینه که میگی. چابهار تا زابل رو سینه رفت. آره نصف جنوب ایران رفت. آره. اصلا تقریبا آره. جنوب ایران رو دنبیش. آره از زابل تا سیسنگان رو پلک رفت، دیگه جون نداشت. آره بره. آره ولی ورزش کمک کرد.
نهایتاً گفتم یه تیکم شنا برو که این سموم قشنگ وارد آب بشه، تا ابوظبی یه شنای کوچیک رفت و برگشت. آره خدا رو شکر خوبه. آره الحمدلله ورزش کمکش کرده، الان فرش خوب، یه کوچولو فقط بیهوش شد که اونم زیاد مشکل داشت. بسه واقعاً بسه. رامبو جان بچه رو کشتی؟ نه رامبو جان، آها میذاشتی معتاد باشه راحت‌تر بود. نه عزیزم، معتاد مجرم نیست، بیماره. یه ضرب المثل آلمانیه که میگه تاگایتن چگایتن اشتام با گوتنبرگ. بله معنیش چیه؟ یعنی یه پایان تلخ بهتر از یه تلخی بی پایانه. آفرین، چقدر هم این جمله آشناست. خیلی عجیبه. آره تو یکی از فیلمامون دیدیم. آره. خلاص اگه اجازه بدیم ما بریم به کار خانواده رسیدگی کنیم. کاری با ما نداری؟ وای نه 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 نه، خواهش می‌کنم. ممنون از این متدی که با ما کار کردی. خشابخان ازت شکایت نکرد؟ خشابخان در جریان نبود، ما چون تو زیر زمین بودیم اونا در جریان چیزا نبودن. نه خدای بزرگ بهتره به مردم عزیز ایران بلند شد. مردم عزیز ایران عیدتون خیلی مبارک. جان شما خیلی قشنگید. رام بود بقیه یکم زود میگن، تا مومیان بهشون برسه یکم زود میگن. بچه ها یک ثانیه دیرتر باشه بگید. باشه خدا شما رو خیلی حفظ کنه. نشد جناب خواهد، تو اصلا خیلی نمیگی. چرا دیگه؟ بگو. آها داره میگه خیلی. اتای دل سنگ کنم بگون جان، ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی آفرین. نکد آخر نکد. عیدتون مبارک باشه. مخلصم. الو الو جان، از خودتون مراقبت کنید، ما رو دعا کنید، دعاتون میکنید، آرزو میکنیم، دعا میکنیم همه مریضا زودتر از بستر بیماری بیمارستانی باش. الهیم باش. مخلصم. خدا حافظتون. رو به اونجا کبد. یک دو سه سلام باشی. کبد قبول کرد بدنه جان؟ خط زده شده؟ کلیه ها چی؟ چیه؟ جان نه هیچ، یک کوچولو به بدنش فشار اومده، الان تو بیمارستان داره پیوند کبد میشه. ای وای. آره. من همین بسیر آره آره. بسیر کبد پس زده، کلیه ها چی؟ رودشو کلن در آوردیم. چرا آخه جان؟ سمیرو کشت. پای چپش قد شد. چرا؟ اب ندار آشنا دار آشنا. چرا؟ آشنای چی داری؟ منو نگاه کن چی کار کردی با طرف. یعنی چی از ما شکایت میکنی؟ خب معلومه که میکنه. دای خودت گفتی این محتاط شده باید حل شد. جان شما گفتی محتاط شده؟ بیای معتاد مگه نگفتی؟ محتاد با تا دسته دار یعنی؟ گفتی بیا باش حرف بزن ریسک پذیریش بره بالا؟